Шаҳобиддин Фарухёр, рӯзноманигор ва нависанда аз кишвари Эрон аст. Хонумаш аз Тоҷикистон мебошад. این فامیل همه ساله شب یلدا را در کنار فامیل، دوستان و همسایه هایشان با پخته کردن غذاهای تاجیکی و ایرانی تجلیل می کنند. برای این شب یلدا همسایه های آقای فرخیار آش رشته غذای ایرانی پخته می کنند. هر سال ما شب یلدا را قید می کنیم. خیلی سالی چیز بهترین سالی یکم بار بوده امی تاجیکستان را دیدم وقتی چند سال شده امی را چی میکنیم جشن میگیریم شب یلدا رو خوراکی آش رشته ایرانی اکه رنگ همه آش توپای خمون ها یکی زردچوبه ای لوبا میکنیم پیاز سرخ میکنیم میدوزیم مثل سیر پیاز میکنیم نانا دو ایده چی پودینه را سرخ میکنیم بوده دروش میدوزیم ایو شب یلدا یا شب چیله جشن آغاز فصل زمستان است. این شب در تاریخ 21 یا 22 دسامبر جشن گرفته می شود. مردم در این شب با هم جمع می شوند. غذاهای مختلف پخته می کنند، موسیقی می نوازند و شعر می سرایند. آقای فرخیار می گوید که تجلیل از این گونه جشنها برای نگاه داشتن فرهنگ نیاکانی ما و آموزش نسل جوان مهم است. به اصطلاح سنت فراموش شده رو با اینجا دوباره زنده میکنیم و این سنتی که در بیشتر در خانه ها در خانواده ها دور هم جمع میشن و هنوز جنبه خانوادگی داره در عصر جدید من فکر میکنم برای اینکه جوانها رو جذب خودش کنه قابلیت اینو داره که عمومی بشه. این شخص آقای دلشاد رحیمی است. دلشاد رحیمی فرهنگشناس تاجیک در این سمت چند کتاب نوشته است. اما در تاجیکستان امروز در شکل عمومی نیست. یعنی در بین مردم عمومی خلقی نیست. چطوری که نوروز است. این یک جشنی است که شاید در آینده یک اندازه موقع خودش پیدا کند. اما هنوز پیدا نکرده است. و البته جوانان اختیار دارند که در این شب شب نشینی میکنند یا نمیکنند اختیار دارند اما خوب میشد که ما فرهنگ نیاگان را احیا کنیم و باید که گوییم همین سال نو که سال نو مثلا مسیحی یا میلادی شروع میشود ببینید کلمه میلاد هم از همون تولد است یعنی شب تولد مهر است. این کارشناس میگوید شب یلدا یکی از جشنهای نیاکانی ما است اما در تاجیکستان نوین و مثال دیگر جشنهای نیاکان از قبیل نوروز تجلیل نمی شود. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا صدای امریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.